خیلی کوتاه بازار اونهایی که از طریق لاتاری آمریکا قبول شدن که بیان آمریکا، اونها میدونیم تکلیفشون چه میشه؟ بله، این قانون به صورت مشخص خطابش نوع ویزاها رو مشخص کرده به ویزاهای موقت و ویزاهای دائمی. ویزاهای دائمی شامل در واقع همون کسانی هست که در واقع اون پاکت گرین کارت رو میگیرن، حالا از طریق خانوادگی یا از طریق لاتاری یا از طرق دیگه. این قانون شامل اونها هم میشه، یعنی در واقع خطاب به اینه که این کسانی که به هر نوع ویزا، چه ویزای موقت چه ویزای دائم که منجر به گرین کارت میشه و خارج از آمریکا هستن ولی به داخل خاک آمریکا قرار بشن در این 30 روز، نمیتونن وارد بشن تا اداره مهاجرت و اداره مرزبانی قوانین جدیدی رو ارائه بده. ولی تا الان این قانون به صورت مشخص کسانی که کارت سبز آمریکا رو دارن یا شهروند آمریکا هستن رو براشون مشکلی به وجود نیاورده. هانیا بازرگان، وکیل مهاجرت، متشکرم از صحبت با ما.